خب بچه ها، من میدونم که به دنبال لایو سحر یکم شماها نگران شدید و ما حالا صحبت کنیم. حالا یه مقدار جزئیاتشو براتون میگم، هم سحر میتونه بیاد رو توضیح بدم. هنوز من نه ورزشم رو کامل کردم، نه دوباره چی میگن، یه کسی که این اتفاق براش انقدر افتاده اینجور برای ما، مثل تو که همین الان بیان هی تهدیدت کنن دیگه، ما چی میگن تهدید زده شدیم. یکی این خب بچه ها، من هنوز نه صبحانه خوردم، نه میخوام، الان صبحانم آماده است. اولا میخوام یه نرمشی بکنم، بعدش هم میرم لباس خوابم هم هست، لباس اصلا در نیاوردم. وحید چیز میگم، سحرم بذار بیارم، سحر چرا نمیتونه بیاد؟ خب اولا که لایو سحر و عادل خیلی خوب بود، خیلی صحبت های جالبی شد و چه جالب که آخرش هم که وقتی این پلیس در زد، من اول زیاد باور نکردم چون صدا خیلی ظریف بود، گفتم از این کسایی که حتما رول میخوام بازی کنم، ولی خب به هر حال گفتش پلیس، گفتم میاد بالا دیگه اگه واقعا پلیس باشه از این ور دیده میشه. خب بعد دیدم نه واقعا پلیسه. بعد دیگه دو تا خانوم بودن و یه آقا، اینا محترم برخورد میکنن دیگه، بهتر. بعدش که من که پیجم رو نشون دادم و فلان، و بعد گفتم که من آماده هستم برای، باشه باشه از پیج مژگان رو، مژگان یه دونه همون وکیلیه که میخواست با من لایو بذاره، میگه منم بیاریم بالا. خب کو وکیل بیا، مژگان کریمی، مژگان بگو ببینیم چی هستی، چیزین آنیبل هست اون. آره واقعا نوشته پلیس آلمان. بچه ها پلیس آلمان که بیکاره این نیست. خب این براتون بگم، بحث این که اینا میرن چیزایی رو مطرح میکنن، اینا که جریان رو نمیدونن. خب بعدش مثلا شما فکر میکنید که اون مورد، خب عادلم اونجاست، بذار عادلم باشه توی چیز، عادل بیا تو هم. آره مژگان کو، مژگان الان یه دونه سلام نوشت کامنت، یه ذره بریم. آره سلام، اسمش چیه؟ مژگان کریمی. آره آره دیدم، نمیشه از روی، نمیشه، میدونی چون روش میزنم نمیشه. شما یه ریکوست بده، مژگان ریکوست بده بیاره. آره میره چیز میشه بعدش. حالا مژگانم که خودش یه چیز هست، یک فرد برها تو قضایی هست. آخه اینا هم چون مردم اینا نمیدونن، اینایی که هستن فکر میکنه الان بره بگه وای بدون اجازه من، بدون اینا هم که نمیدونن، تصویر رو که ندیدن که. آره دیدمش، پس نه تی فیلم رو دیدن نه فلان رو دیدن، مثل اون جریان عکسای لخ بود که نوشته اومده بودن چند نفر، مثلا فکر میکردن که دیگه های مستان. سلام، یه لحظه قطع میشه فکر میکنم، نتش ضعیفه. حالا به هر حال تا اون بیاد باشه، برو یه جایی که بتونی راحت تر صحبت کنی، ما هستیم. بچه یه خانومی شکایت کرده از من که توی مهمان بود خونه فریبا به اسم خانم آیدا، این اونجا اومده. اول ما گفتیم خانم شما میخواین که مجاهاتونو، که میخواست مجاهاشو درست کنه. بعد خب بگو اول مجگان تو صحبت بکن، چون که نمیتونه افتضاح. خب به هر حال این خانم اسمش چیه؟ فریبا آیدا. آیدا. این آیدا میاد اونجا مجاهاشو میخواست درست کنه. ما اول گفتیم میخوایی شما توی لایف باشین،
اول که گفت چه خوب که نبود، وگرنه 3 ساعت پدرمون در میمد تا مثلا بعد من کار مشت مشت خودم مشت چیز کنم، حالا موامو کوتاه میکنم، حالا مسئله ای نیست، بیام برم موژه، خیلی از موژه گذاشتن خوشم میاد که حالا بیام براشم تبلیغ کنم. چه خوب که خودش نگو، بگو مژگان بفرمون. از موژه حرف زدیم، مژگان اومد. بفرمون. را میره بدتره، یه جا ثابت باید وایسه که نتش باشه. الان بایش دادیه. آره هستی، بگو. خب برحال بذارید بل کنیم. من مجمعن ببین بهش بگو وایس بده، ما اینو میذاریم تو کانال وایس بهش یا ویدیو مسیج بده. به هر حال بچه ها این مسئله بوده. این خانم اگر شما تو این لایو دوم نگاه کنید که منو با علی داریم غذا درست میکنیم، یه بادی اومد لحاف بدم اون صحنه رو اسکرینشو تو چیز تو این هست بس نشون بده حالا، ولی کلش الان بده نشون بده، میخوای بدی هم بده. آره ولی این خانم موقعی که ما غذا درست میکنیم بهش گفتیم که بوی غذا میومد دیگه، خب بعد گفتیم که خانم غذا میخوری چیزه، آره غذا میخوری، بعد گفتم که ما تو لایف هستیم میخوایی شما بیاین، گفتش من نمیخوام. میتونست اینجوری بکنه دیگه، بگه من نمیخوام مثلا چیز باشه، گفتش نه من غذا نمیخورم. این خانم چیزم اصرار میکنه میگه که خب حالا بخورید فلان کنید اینا، خب ما تو لایفیم دیگه، گفتیم که خب منم گفتم اصرار نکن بذار بره دیگه، بذار سریع بره، که بعد ایشون میره، بعد منم برمیگردم نشون میدم میگم که خب بچه‌ها مژگان میاد دیگه، چیز فریبا میاد دیگه، الان رفتن این چیزا رو اند. حالا این خانم میگه که اول که گفت من مثل این اعظم که زندگی من به این مو بسته است، من با کشته میشم فلان میشم، من نمیدونم چه مسائلی دارم، یه طرفایی زد و زد و زد. گفتم بابا چی میگی؟ یعنی اگه زندگی با یه همچین چیزایی میخواد به هم بریزه زودتر بریزه دیگه، با یه دونه اومدی چیکار کردی؟ اومدی اینجا دیگه. حالا به هر حال ما الان نمیتونیم این افراد، بعد برگشت این پلیس گفتش که شما، گفتم گفت شما، میگفتم بابا ما اینو سال هاست میدونیم دیگه، سال هاست میدونیم که عکسو نمیدونم فیلمو نمیدونم اینجور چیزا، شما میگید این مسئله، خب ایشون بفرسته انسایگه بده به ما، انسایگه اینجا میگم شما بدید برای من پست کنید دیگه، شما این وضعی چیز برای چیز اومدید. گفت ما فقط اومدیم به شما اطلاع بدیم. گفتم بابا شما اطلاع بده که میخواد شکایت بکنه دیگه، درسته؟ فقط اومدن اطلاع بده شکایت کرده. گفتم خب شکایت همیشه این زیبا قبل شکایت یعنی پلیس میاد اطلاع میده؟ اصلا نمیاد شکایت، همیشه مگه میترا یادتون نیست؟ حالا این حالا جونم در خطره، چه چیزی شده چه مسائلی، ببین اینا یه همچین اتفاقی که میفته حالا این بر ضد خودش تبدیل خواهد شد. آره چون دروغ گفته این فرد، ببین این فرد باید یه کاری بکنه که یه انزاد اتفاق بیفته دیگه، یه انزاد سال مثلا بگیم این که پلیس یه دفعه بره، پلیس بلند نمیشه که مثلا فرض کن در خونه منو زدی در رفتی، یادتون نیست؟ زده بودن زیبا دیروز، من با سمیرا صحبت کردم گفتش که به من زنگ زده، بعد گفته که اداره پلیسم، بعد یه دختره بوده میگفت این اصلا لهجهش هم به ایرانی ها میخورد، بعد میگفت که من بهش گفتم که خب الان مسئله تون چیه، گفته که آره از این خانم بدون اجازه
ازش فیلم گرفتن و این راضی نیست و میخواد که پاک بشه و فلان و اینا. بعد اینم گفته که مگه شما دیدین یه صحبت های مدلی، بعد گفته که صداش اومده توی اون ویدیو. بعد سمیرم میگفت، سمیرم گفت اصلا من بهش گفتم خب کامرا بده که من بدونم دارم با پلیس صحبت میکنم، گفته که نه من اجازه ندارم. بعدم میگفت که گفتم مگه شما مترجم بردی که مثلا بدونی این اصلا چی گفته یا اگه صداش اومده چه اهمیتی داشته اون وایس. بعد دیگه میگفت من احساس کردم دارن الکی چیز میکنن باشون، زیاد ادامه نداده بود. گفته که بود که خب بیاین از منم شکایت کنید، من ادمینشم و من نمیخوام پاک بشه. آها اینم گفت. حالا به هر حال الان اصلا ببینید، ما این فیلم هست دیگه، خب این فیلم هستش، این مطرح میشه. خب بریم، ما اصلا بریم میگیم ما از این حرکت میکنیم که ما خطا کردیم، ما خطا کردیم دیگه. خب پیامد خطای خودمون رو متوجه میشیم دیگه. حالا ممکنه مثلا فرض کن که جریمه باشه یا نمیدونم نهایت دیگه زندان میشه دیگه. میریم از زندان لایوامون ادامه، منم از این بردارم میبرم. اتفاقا من دیروز اینو میگو یادت افتاده بودم، گفتم مال من که در مقابل وحید که خنده داره اصلا. بعد گفتم من باید، گفتم من اگه اینو دیگه پاک کنم دیگه خیلی خنده داره، خیلی این که مثلا خلاصه. برای این گفتم آخرش هم دینو داشتم میرفتم، من بهشون گفتم بس صمیمانه خوش رفتید، خب هرسیش میلکم این همچین چیزی گفتم. برای پس مرد بردگشت گفتش که استرن اینجا میگن دیگه، استرن الان استرنه، حضرت عیسی بیدار شد. حالا ما میگیم استرن، انگلیسی ها میگن استرن، یه همچین چیزی. بعدش من گفتم که چه صبونم نخوردم، یه چایی دقل میخوردم همیشم پولیسی موقع میداد. بعد هیچی، بعد که داشت میرفت گفتم که من که به اینا اعتقاد ندارم. بعد برگشت یه نگاهی کرد گفتم باش حالا شما گفتید استرنتو مبارک باشه اینا، ولی من اعتقاد نمیده چه عید پاکت رو تخم مرغ رفت، مرغ اومد، مرغ رفت، نمیده چی چی اومد بریم. خب بچه ها لایبتون خیلی خوب بود، ولی تو میخوای بری لایب صبحانه بذاری با اون؟ من حالا صبحانه هم شاید نخورم، ولی لایب با داوود مهمه. خب من هم دارم، اگر تونستم مژگان هم اگر نتش اوکی شد از اون ور میارمش بالا. از اون ور صحبت های مختلف اگر شد، اگر هم نه که ویدیو مسیج بده. بعدش هم بچه ها ببینید اینا تا اسم پلیس میاد خیلی آدم ها سریع این نکته رو من میخوام بگم، سریع مثلا که وای پلیس، وای پلیس. خب خارج این کسایی که تازه اومدن به خصوص خارجی فکر میکنن که مثلا اگه رفتن پلیس، پلیس دیگه همه جور براشون کاری رو میکنه. خب میرن دیگه بعد شروع میکنن این جوری شده اون جوری شده فلان شده. مثلا مریم احمدی، دیروز یاد مریم احمدی افتادم که یه بار من پلیس رفتم، بعد دیگه شما نمیدونم اینو به سکس نمیدونم چی چی دعوه چی کار کرد بعدشم یک چیزایی گفته بود که خب دیگه میگه دیگه میبافه، فکر میکنه نمیدونه که بابا توی همه اینها اول بر میدارن مینویسن بعدا میشینن میذارن تحنیشه بشه. من میگه خب خانم چی بوده، چه مسئله ای بوده؟ بعد از این طرف میپرسن دلیل چیه، مسئله چیه، بعد میان اینو میگه. مثل اون با میترا بود که ویشگاهی که از بندر انزلی آره. بوده برگشته بود ما انزلی چی هستیم فلان، بابا خودت اومدی اینجا بعدش تو چیز کرد. حالا خوبه که آخه همه این شاکی ها و تهدید کننده ها همینن دیگه. مثلا راهله چی بود، ما رفتیم داروخانهش با اجازه خودش با موافقت خودش یه فیلمی گرفتیم ما. بعد سر همون کلیپه ببین چقدر جار و جنجال به پا کرد و خودش اصلا ذوق لایو داشت، مدام میگفت لایو بذاریم. فقط این وقت گرفته میشه، اما یه مزیتی داره
مزیتش اینه که مردم ترسشون از پلیس میره. خب وقتی پلیس اومدن در رو باز کردم، من تو لایف بودم، من اول پرسیدم میخواین تو لایف باشین؟ گفت لایف رو ببر. خب ما لایف رو بست. بعد گفتم خب، گفت میتونم، گفتم بفرمایید، گفت میتونیم بیاییم تو، گفتم بیایید تو. اینا حتی نیومده بودم بگم، گفتم بیایید تو. بعد من رفتم اونجا نشستم، گفتم قشنگ اینجوری تکیه دادم، گفتم حالا بفرمایید چی. با آرامش بریم جلو دیگه. اتفاقا هر چقدر این مسائل اتفاق بیفته، من خودم هم اینو میگم به شما، هنوز کامل ریلکس نشدم. مثلا وقتی یه همچین چیزایی میفته، اتفاق میفته، حالا اتفاقا جالبه، مثلا حتی همون تیکه لایو منو مثلا دوست دارم بره ساغر مثلا بادی لنگویج منو چیز کنه. جدی میگم. من زیباش خیلی عصبی شدم، خیلی ناراحت شدم، فقط در حد اینی که یه چند تا فوش به آیدا دادم، ولی واقعا به اون لحظه به هم تنش وارد شد. الان خب خیلی خوشحالم که مسئله تموم شده، ولی دلم میخواد بیشتر با آیدا فوش بدم. ممکنه نشده باشه. خب بیاد اصلا بگیم این مسئله، به هر حال این اتفاق، ما که نمیگیم که اصلا ما اصلا ممکنه خطاکارم من باشم، اصلا خطاکار من باشم. خب من خطای خودمو بدونم، خطای خودمو بدونم چیه، متناسب با خطای خودم، حالا هی باد این لحاف منو میبره، میگم مالک اومد، مالک میایم دیگه، الان میایم صبحانه با هم بخوریم. خب ولی امتیاز این مسئله اینه که ما رو با در رابطه با پلیس و ادارات مختلف و مراجع قضایی راحتمون میکنه، ریلکسمون میکنه. درست. این اصلا خیلی خوب، اصلا گیری من یه همچین کار کردم. خب چیکار کردن؟ چیه جرمش؟ چیه مسئلهش؟ چیه چیکار باید بشه؟ اینو بدون. خب بچه ها دیگه، فریبام هر کاری که من خواب‌آلود بلند شدم، هنوز صورت منم مشخص، فقط این دفعه یه آبی زدم به صورتم، ولی نه صبحانه ای نه چیزی، ولی نمیخوام صبحانه بخورم، خواهم ولی یه نرمشی بکنم. بعد زیبا حسابی ترسیده، بچه ما که همیشه میترسیم، که الان ندیدید دو بار من از این لحافه ترسیدم. باور کن میترسیم دیگه، مکانیزم طبیعیه چیزه. من هنوز به جایی برسم که در بلان بشه نرسیدم، به جایی نرسیدم. منم حقیقت ترسیدم از این بار. اشکال نداره، اشکال نداره. این همش خوبه، وقتی همه اینا رو خیر بدونیم مطمئنن نتایج لحظه اول، همیشه اینو بدونیم، در هر ناراحتی، هر بدبختی، در ظاهر آبستن یه خوشبختی. اتفاقای جالبی افتاد دیگه، میفته. حالا ابعاد ما رو وسیع تر میکنه، ما رو تو ابعاد اجتماعی قوی تر میکنه. بای بای تا بعد، برم من برزش من برم. عادل رو دریابید، عادل ما تو رو در میابید، عادل رو دریابید. باشه.